و حالا شروع میکنیم به جمع کردن گیربوکس و دیفرانسیل و شروعش با جمع کردن دیفرانسیل آغاز میشه. اول دنده کیلومتر شما رو روی هوزینگ قرار میدیم. رول برینگ رو بعدن میذاریم. دقت کنید چنانچه از رول برینگ های سالم قبلی استفاده میکنین، حتما باید کنس خارجی همون رول برینگ رو مورد استفاده قرار بدین. برای جا زدن رول برینگ ابزار اختصاصی به شماره 49F401337A رو روی کنس داخلی رول برینگ قرار میدیم و به کمک پرس رول برینگ رو جا میزنیم. بعد دنده های هرزگرد رو در محل خودشون قرار میدیم. حتی امکان باید از واشرهای کروی نو استفاده بکنیم. سوراخ محور هرزگردها رو به وسیله یک زنبه مخروطی با سوراخ هوزینگ همسو میکنیم. بعد پین فنری رو توسط زنبه در محل خودش جا میدیم. دقت داشته باشین تمام پین های فنری یک بار مصرفن و بعد از خارج شدن از محل خودشون باید تعویض بشن. رول برینگ سمت دیگه دیفرانسیل رو روی هوزینگ قرار میدیم و به کمک ابزار اختصاصی به شماره 49F401337 و همراه پرس اونو جا میزنیم. دنده های پلوس و واشرهای کروی رو پس از آغشته کردن به روغن در محل خودشون قرار میدیم. بعد از جمع کردن دیفرانسیل، مجدداً مقدار خلاصی هرزگرد و دنده های پلوس رو اندازه میگیریم. این خلاصی باید 25,000 الی 0.1 میلیمتر باشه. در غیر این صورت از واشرهای تنظیمی دنده پلوس استفاده میکنیم. توجه داشته باشید، دو واشر انتخاب شده باید دارای یک ضخامت باشه. حالا زمان جمع کردن متعلقات شافت ورودیه. در درجه اول شافت رو روی گیره سوار میکنیم. بعد بولبرینگ رو روی شافت قرار میدیم. اون وقت ابزارهای اختصاصی به شماره 49D017201 و 49F401331 رو به هم متصل میکنیم و توسط پرس بولبرینگ رو جا میزنیم. دقت کنید فشار پرس فقط روی کنس داخلی باشه و هیچ گونه فشاری بر کنس خارجی و ساچمه ها وارد نیاد. همونطور که ملاحظه میکنید شافت ورودی با دنده 1 و دنده 2 یک پارچه است. حالا ابتدا دنده 3 متحرک رو روی شافت ورودی قرار میدیم. توجه داشته باشید که بین هر دو دنده متحرک یک کشویی جا میدیم. بنابراین پس از نصب دنده 3 باید کشویی 3 و 4 روی شافت نصب بشه. تصویری که مشاهده میکنید قطعات کشویی 3 و 4ه. موقع جمع کردن کشویی 3 و 4 توجه داشته باشین قطعاتی مثل دنده های برنجی، خارهای موشکی و فنرهای علنگویی باید تعویض بشن و از قطعات نو استفاده بشه. برای سهولت مونتاژ کشویی دنده برنجی رو روی سطح صافی قرار میدیم و مغزی کشویی رو طوری که جای خار موشکی با شیار دنده برنجی همسو باشه روی دنده برنجی میگذاریم. حالا خارهای موشکی رو در محلای خودشون قرار میدیم. کشویی 3 و 4 چه از این سمت چه از سمت دیگه قابل نصب روی مغزی کشویی است و در هر حال 3 زائده فاصله دار روی خارهای موشکی قرار میگیره.
حالا خار علنگویی رو به طوری که زائده اون در محل خودش جا بیفته و سه خار موشکی رو هم در بر بگیره جا میزنیم. بعد دنده برنجی رو روی کشویی قرار میدیم به طوری که شیارهای دنده برنجی مقابل خارهای موشکی قرار بگیره. حالا کشویی 3 و 4 رو با در نظر گرفتن این نکته که خزانه های روغنی باید به سمت دنده 3 باشه روی شافت سوار میکنیم. بعد با متصل کردن دو ابزار اختصاصی به شماره 49F401-331 و 49F401-336 B با ضربات چکش کشویی رو به محل خودش هدایت میکنیم. حالا خار فنری رو روی شیار شافت نصب میکنیم. دقت کنید حتما باید از خار نو استفاده بشه. در ضمن باید از قرار گرفتن خار در محل خودش اطمینان حاصل کرد. بعد دنده برنجی رو با در نظر گرفتن جای خارهای موشکی در محل خودش قرار میدیم. حالا دنده 4 متحرک رو و بعد از اون دنده 5 رو که توسط هزار خاری های شافت روی اون ثابت میشه نصب میکنیم. اون وقت ساچمه قفلکن بوش فاصله پرکن و خود بوش فاصله پرکن رو روی شافت نصب میکنیم و به کمک ابزار اختصاصی به شماره 49D017201 بولبرینگ شافت رو توسط پرس جا میزنیم. دقت کنید در حین این عملیات هیچ نوع فشاری نباید روی کنس خارجی و ساچمه ها وجود داشته باشه. بالاخره خار نگه دارنده بولبرینگ رو که حتما باید یک خار نو باشه نصب میکنیم. بین خار فنری و کنس داخلی رو با فیلر اندازه میگیریم. این اندازه میتونه از 0 الی 1/10 میلیمتر باشه و چنانچه بیش از اون بود باید از خارهای فنری که در ضخامت‌های 2، 2.2 و 2.4 میلیمتر وجود دارن استفاده کنیم. پس از جمع کردن قطعات شافت ورودی باید فاصله بین دنده ها رو کنترل کنیم. اول فاصله بین دنده 3 متحرک و دنده 2 ثابت رو با فیلر اندازه میگیریم. فاصله استاندارد اونها باید بین 0.6 الی 0.41 میلیمتر باشه. در غیر این صورت قطعه ساییده شده باید تعویض بشه. همچنین فاصله بین دنده 4 و دنده 5 رو کنترل میکنیم. فاصله استاندارد اونها باید بین 0.22 الی 0.52 میلیمتر باشه. در غیر این صورت قطعه ساییده شده باید تعویض بشه. نصب متعلقات شافت ورودی به پایان رسید. حالا نصب قطعات بر روی شافت خروجی رو آغاز می‌کنیم. اول دنده 2 متحرک رو نصب می‌کنیم. حالا نوبت کشویی 1 و 2. این تصویر مجموعه قطعات کشویی 1 و 2 رو نشون میده. در نظر داشته باشین در این مجموعه خارهای علنگویی، موشکی‌ها و دنده‌های برنجی در زمره قطعات استهلاکیه و بهتره در هر تعمیر گیربکس تعویض بشن. برای سهولت مونتاژ کشویی اول دنده برنجی رو در زیر قرار میدیم. بعد مغزی کشویی رو به طوری که خزانه های روغنی به طرف پایین باشه روی اون میذاریم. حالا کشویی رو روی مغزی کشویی طوری قرار میدیم که دنده عقب به طرف پایین باشه. بعد خارهای موشکی رو در محلهای خودشون قرار میدیم. اون وقت خار علنگویی رو به طوری که زائده خار در سوراخ مغزی کشویی قرار گرفته باشه و خارهای موشکی رو در بر بگیره جا میزنیم. بعد خار علنگویی سمت دیگر رو در محل خودش قرار میدیم. برای نصب کشویی 1 و 2 اول دنده برنجی رو روی کشویی به طریقی که خارهای موشکی مقابل شیارهای برنجی قرار بگیرن نصب میکنیم. بعد کشویی رو روی شافت به طریقی سوار میکنیم که خزانه های روغنی به طرف دنده 2 باشن. جا زدن کشویی روی شافت
به کمک دو ابزار اختصاصی، یکی به شماره 49F401331 و دیگری به شماره 49F401337A انجام میگیره. حالا با ضربات چکش کشوی رو روی شافت هدایت میکنیم. اون وقت خار فنری رو روی شافت نصب کنیم. توجه داشته باشین که حتما باید از خار فنری نو استفاده بشه و باید از قرار گرفتن خار فنری در جای خودش اطمینان حاصل کنیم. حالا زمان نصب دنده برنجی یکه. دقت کنید که روی دنده برنجی یک سه شیار وجود داره که دنده برنجی های دیگه این شیارها رو ندارن. بعد دنده یک رو روی شافت قرار میدیم و به دنبال اون دنده پینیون رو طوری که پله داخلی اون رو به دنده یک قرار بگیره و نصبش میکنیم. بعد با استفاده از دو ابزار اختصاصی، یکی به شماره 49D017201 و دیگری به شماره 49F401331 و به کمک پرس رول برینگ رو جا میزنیم. توجه داشته باشین که در حین این عملیات هیچ نوع فشاری بر روی ساچمه ها نباشه. حالا خار فنری نو رو روی شافت نصب میکنیم. باید از قرار گرفتن اون در محل خودش اطمینان داشته باشیم. بعد فاصله بین خار فنری و کنس داخلی رول برینگ رو با فیلر اندازه میگیریم. فاصله استاندارد اونها باید بین 0 تا 0.1 میلیمتر باشه. چنانچه این فاصله بیشتر از حد استاندارد بود، برای تنظیم فاصله میتونیم از خارهای فنری به ضخامت‌های 2.2 و 2.4 میلیمتر استفاده کنیم. حالا شافت خروجی رو برعکس به گیره میبندیم و دنده 5 رو روی اون نصب میکنیم. بعد موقع نصب کشویی 5. تصویری که مشاهده میکنیم مربوط به مجموعه قطعات کشویی 5 که عبارتن از مغزی کشویی، کشویی و قطعات استهلاکی مثل دنده برنجی، سه خار موشکی و دو خار علنگویی که در هر تعمیر باید تعویض بشن. برای سهولت مونتاژ کشویی دنده برنجی رو در زیر قرار میدیم. بعد مغزی کشویی رو به طوری که خزانه های روغنی به سمت پایین باشه روی دنده برنجی میذاریم. اون وقت خارهای موشکی رو نصب میکنیم. موقع نصب کشویی لبه بلند کشویی باید به سمت بالا باشه و سه زائده فاصله دار داخل کشویی روی خارهای موشکی قرار بگیره. حالا طبق روال گذشته خارهای علنگویی رو در محلهای خودشون نصب میکنیم. این مجموعه رو طوری که خزانه های روغنی به طرف پایین باشه روی شافت قرار میدیم. بعد با استفاده از ابزار مخصوص به شماره 49D017201 کشویی رو روی شافت جا میزنیم. حالا در پوش متوقف کننده کشویی 5 رو روی شافت قرار میدیم و خار فنری رو در شیار شافت نصب میکنیم. بعد با متصل کردن دو ابزار اختصاصی به شماره 49F401331 و 49D017201 و به کمک پرس رول برینگ رو روی شافت جا میزنیم. در حین این کار هیچ فشاری نباید به ساچمه های رول برینگ وارد بشه. آخرین کنترل فاصله بین دنده هاست. در پایان باید فاصله بین دنده رو با فیلر کنترل کنیم. فاصله بین دنده پینیون و دنده یک باید بین 0.22 الی 0.62 میلیمتر باشه. فاصله بین دنده دو و دنده شافت هم باید بین 0.6 الی 0.21 میلیمتر باشه و فاصله بین دنده 5 و دنده شافت باید بین 0.6 الی 0.21 میلیمتر باشه. چنانچه فواصل بین دنده ها با فواصل استاندارد مغایرت داشته باشه، قطعات ساییده شده باید تعویض بشن. در این مرحله که جمع کردن متعلقات شافت‌های ورودی و خروجی و همینطور دیفرانسیل به پایان رسیده،
از اونجا که این مجموعه ها بین دو پوسته کلاچ و گیربکس قرار می گیرن، باید شافت ورودی رو از نظر حرکت طولی و شافت خروجی رو از نظر لقی رول برینگ ها توسط واشرهای تنظیمی که در ضخامت های مختلف وجود دارن تنظیم کرد. برای تنظیم حرکت طولی شافت ورودی، اونو در محل خودش قرار میدیم. بعد یک واشر دلخواه روی بولبرینگ میگذاریم و پوسته گیربکس رو به پوسته کلاچ وصل میکنیم و در 4 نقطه پیچ های اتصال رو میبندیم. حالا پیچ ها رو توسط تورکمتر به اندازه 1.9 الی 2.6 کیلوگرم متر سفت میکنیم. اون وقت شافت رو حرکت میدیم و مقدار حرکت طولی شافت رو از روی ساعت به دست میاریم. حرکت طولی استاندارد میبایست بین 0 الی 1 میلیمتر باشه، در صورتی که اینجا حدود 32 میلیمتر حرکت طولی داریم. میتونیم با توجه به اینکه واشرهای تنظیمی ما در سایزهای 2.10، 3.10، 14 و 5.10 میلیمتره، یک واشر 3.10 میلیمتری به واشر تنظیم قبلی اضافه کنیم تا حرکت طولی استاندارد به دست بیاد. برای تنظیم شافت خروجی، دو شافت ورودی و خروجی رو روی پوسته میگذاریم و واشرهای تنظیمی شافت ورودی رو که قبلا مشخص کردیم در محل خودش قرار میدیم و کشویی 3 و 4 رو با دنده 4 درگیر میکنیم. بعد واشر تنظیمی رو که قبلا باز کردیم و یا واشر تنظیمی انتخابی جدید رو به همراه کنس رول برینگ شافت خروجی در پوسته گیربکس قرار میدیم و دو پوسته رو متصل میکنیم. برای اندازه‌گیری سفتی رول برینگ شافت خروجی از یک ابزار اختصاصی به شماره 49D017101 و همچنین یک تورکمتر که واحدش کیلوگرم سانتی متره استفاده میکنیم. به این ترتیب که ابزار مخصوص رو روی شافت کلاچ قرار میدیم و تورکمتر رو روی ابزار مخصوص متصل میکنیم و شافت ورودی رو به حرکت در میاریم. از اونجایی که کشویی 4 رو با دنده 4 درگیر کردیم، نیروی شافت خروجی به شافت ورودی منتقل میشه که تورکمتر مقدار اون رو نشون میده. مقدار نیروی استاندارد شافت خروجی باید کمتر از 500 کیلوگرم متر یا 5 کیلوگرم سانتی متر باشه. چنانچه این نیرو بیشتر یا کمتر از حد استاندارد باشه، میتونیم با مراجعه به جدول ضخامت واشرهای تنظیمی و کم و زیاد کردن واشرهای تنظیمی خلاصی شافت خروجی رو تنظیم کنیم. برای تنظیم خلاصی رول برینگ های دیفرانسیل، اول کنس رول برینگ رو در داخل پوسته در محل خودش قرار میدیم. بعد از دو ابزار اختصاصی، یکی به شماره 49G0C797 و دیگری به شماره OK201170A04 استفاده میکنیم و با ضربات چکش کنس رو جا میزنیم. برای تنظیم رول برینگ های دیفرانسیل از یک مجموعه ابزار اختصاصی به شماره 49D0172A2 استفاده میکنیم. اول مجموعه دیفرانسیل رو داخل پوسته قرار میدیم. بعد کنس خارجی رول برینگ رو روی رول برینگ میگذاریم و توپی تلسکوپی از مجموعه ابزار اختصاصی رو روی رول برینگ قرار میدیم. دقت کنید طول توپی با گردش پوسته جانبی کم و زیاد میشه. حالا توپی رو در حداقل طول خودش روی کنس قرار میدیم. بعد بوش‌های فاصله پرکن از مجموعه ابزار اختصاصی رو دور تا دور پوسته میچینیم و پوسته ها رو توسط پیچ‌های بلند از مجموعه ابزار اختصاصی به هم متصل میکنیم. حالا با زیاد کردن طول توپی، رول برینگ ها رو تحت فشار قرار میدیم.
اون وقت شافت گرداننده دیفرانسیل از مجموعه ابزار اختصاصی رو داخل هوزینگ قرار میدیم. ابزار دیگر رو به شماره 49-0180-510B به اون متصل میکنیم تا خلاصی رول برینگ ها رو اندازه بگیریم. در صورت استفاده از نیروسنج، نیروی استاندارد باید 0.5 الی 0.76 کیلوگرم باشه و اگر از تورک متر استفاده کنیم، نیروی استاندارد باید 0.5 الی 0.76 کیلوگرم متر برابر با 0.5 الی 0.76 کیلوگرم سانتی متر باشه. چنانچه نیروی مطلوب حاصل نشه، با کم و زیاد کردن طول توپی نیروی استاندارد به دست خواهد آمد. حالا فاصله ایجاد شده در توپی رو با فیلر اندازه گیری میکنیم. بعد مطابق جدول ضخامت واشرها نزدیکترین واشر به اندازه به دست آمده را انتخاب میکنیم و همراه با کنس در محفظه پوسته قرار میدیم. اون وقت توسط ابزار اختصاصی به شماره 49G0C797 و OK201170A04 که به همدیگه متصل میکنیم، کنس رو داخل پوسته جا میزنیم. توجه داشته باشین که در تنظیم کردن شافت ورودی، شافت خروجی و رول برینگ های دیفرانسیل نباید بیش از 2 واشر تنظیمی استفاده بشه. مرحله 4، جمع کردن مجموعه ها در پوسته گیربکسه. به این ترتیب که پس از تنظیم اول کاسه نمد شافت ورودی رو جا میزنیم، بعد مجموعه شافت های ورودی و خروجی رو روی پوسته جا میدیم. اون وقت شافت دنده عقب و دنده عقب رو سوار میکنیم، به طوری که تیزی شیارهای دنده عقب به طرف بالا قرار بگیره. حالا اهرام دنده عقب رو روی پوسته قرار میدیم، پین نگه دارنده اهرام دنده عقب رو جا میزنیم. دقت کنید اورینگ پین تعویض بشه و هنگام نصب به سمت خارج پوسته قرار بگیره. حالا زامن قفل کننده پین رو روی پوسته جا میزنیم. بعد تکیگاه اهرام دنده عقب رو نصب میکنیم و پیچ اونو میبندیم و به اندازه 0.8 الی 1.1 کیلوگرم متر سفت میکنیم. بعد ماهک کشوی 1.2 رو جا میزنیم. میل ماهک مربوطه رو در محل خودش قرار میدیم و بعد پین میل ماهک رو جا میزنیم. اون وقت 2 عدد پینهای قفل کننده میلهای ماهک رو در محلهای خودشون قرار میدیم. حالا 2 شاخه ماهک دنده 5 رو جا میزنیم. بعد اهرام واسطه میل ماهک دنده 5 و دنده عقب رو در محل خودش قرار میدیم. اون وقت میل ماهک دنده 5 و پین رابط قفل کن میل ماهک رو داخل میل ماهک قرار میدیم و اونها رو از ماهک و اهرام واسطه میگذرونیم و بعد داخل پوسته قرار میدیم و با پینهای فنری 9 قفل میکنیم. حالا ماهک کشویی 3 و 4 رو در محل خودش قرار میدیم. بعد واسطه میل ماهک 3 و 4 رو روی پوسته گذاشته، میل ماهک کشویی 3 و 4 رو از 2 شاخه میل ماهک و رابطش عبور میدیم و با پین فنری 9 ماهک رو به میل ماهک قفل میکنیم. بعد صفحه نگه دارنده اهرام لنگ رو نصب میکنیم. توجه داشته باشین گشتاور پیچ های صفحه نگه دارنده از 0.8 الی 1.1 کیلوگرم متر باشه. حالا اهرام لنگ رو در جای خودش قرار میدیم. بعد شافت و خار قفل کننده رو نصب میکنیم. به دنبال اون آهنربای جرمگیر رو در محل خودش قرار. عملیات نصب تجهیزات داخل گیربکس به پایان رسید. حالا پوسته گیربکس رو به پوسته کلاچ متصل می‌کنیم.
بعد پیچ‌های اتصال رو می‌بره. برای آببندی بین دو پوسته باید از چسب آببندی مخصوص استفاده کرد. حالا دیاق کابل کلاژ رو در محل خودش قرار می‌دیم. برای سفت کردن پیچ‌ها از تورکمتر استفاده می‌کنیم. گشتاور پیچ‌های اتصال پوسته‌ها باید 1.9 الی 2.6 دهم کیلوگرم متر باشه. بعد از جا زدن ساچمه دنده 5، فنر و درپوش اونو نصب می‌کنیم. دقت کنین که درپوش مسی باید نو باشه. حتما رزبه‌های درپوش رو باید به چسب آببندی مخصوص آغشته کرد. بعد ساچمه فنر میل ماهک 3.4 رو داخل پوسته قرار میدیم و بعد از جا زدن فنر درپوش رو میبندیم. آغشته کردن رزبه‌های درپوش به چسب آببندی مخصوص الزامیه. حالا درپوش ها رو با تورکمتر سفت میکنیم. گشتاور درپوش دنده 1.2، 1.5 الی 2.1 کیلوگرم متر و گشتاور درپوش دنده 5 و عقب 2 الی 3 کیلوگرم متر. حالا فشنگی چراغ دنده عقب و همراه با یک واشر مسی نو جهت جلوگیری از روغن ریزی نصب میکنیم و با تورکمتر 2 الی 3 کیلوگرم متر سفت. دیگه زمان جا زدن کاسه نمد ها رسیده. اول کاسه نمد دیفرانسیل رو توسط دو ابزار اختصاصی به شماره 49G0C797 و OK201170A04 در محل خودش جا میزنیم. توضیح این که بعد از تعمیر باید از کاسه نمد های نو استفاده بشه. برای خارج نشدن دنده های پلوس از داخل هوزینگ موقع جابجایی گیر بوکس، با قرار دادن یک شافت یا کلگی پلوس در محفظه پوسته، دنده پلوس رو تا زمان مونتاژ پلوس اصلی به دیفرانسیل در جای خودش ثابت می‌کنیم. حالا کاسه نمد سمت دیگه دیفرانسیل رو توسط ابزار اختصاصی گفته شده جا می‌زنیم. در اینجا باز کردن، عیبیابی، تعمیر، تنظیم و جمع کردن گیربوکس و دیفرانسیل اتومبیل پراید به پایان رسید. در این برنامه سعی کردیم شما را با استانداردها و ابزارهای اختصاصی که در کتابهای تعمیراتی معین شده آشنا کنیم. حالا گیربوکس آماده است که روی اتومبیل نصب شه و آزمایش نهایی صورت بگیره. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.